چطورید؟ باید من خوش اومدید. اسم من سبا سگه. تالا ویدیو های من ندید بهتون میگم که به یک نگاهی به چنل من بیاندازید. اگه دیستش ویدیو من نگاه کنید، دیستش لایک کنید، دیستش سابسکرایب کنید. بریم برای این ویدیو. خیلی سوی ماشین بیم بسید برم داخل بقیهش بسید بگم. الان توی اتاقمم، توی خونمونم، شیرازم. دیروز رو ولای نگرفتم به خاطر اینکه یه آنه زمان میگرفته و وقتی که ساعت 4:30 صبح رسیدم شیراز، بعد رفتم حمام، ساعت 5 صبح بود و حالا شما مامو خوش کنم، بعد خوابیدم مامو خیس و سرما خوردم، همینطوری که میبینی زمان گرفته. برای همین دیروز یکم سرما خوردگی و اینا داشتم، زمان گرفته بود، نمیتونستم ویدیو بگیرم و بعد دیگه گفتم که روز اولیه که پیش مام بابام، پیش بیشتر پیش خاله هم باشم، پیش مام بابام باشم، پیش خانواده باشم و اون ورفته بودیم باغ و صبحش ولاگ گرفتم. بعد دیدم که خب اوکی، چیز خاصی از توی این ولاگ در نمیاد به خاطر اینکه من از ظهر تا شبش باغ بودم. خب چی برشون نشون میدادم؟ چی بهتون یاد میدادم؟ همین امروز ولاگ گرفتم و برای همینه که من دیروز ولاگ نذاشتم و همچنین درگیر یه سری چیزای دیگه بودم که براتون میگم. اول برام صبحونه درست کنم، البته برانچ تور میشه دوباره. آخه اومدم دیگه، هنوز ساعت ذهنم به هم ریخته و هنوز ساعتم به ساعت اونجاست، برای همین تا یه ساعت دیرتر اینجا خواب میمونم، به ساعتی که اونجا من همیشه روزای تعطیل ساعت 11 پا میشدم. 3 ساعت دیگه شیشه میشه ساعت جمع میشه تقریبا ساعت 1 اینا دیگه. من الان تا ساعت 1 خواب بودم، برای همین بریم یه دونه صبحونه بخوریم. نمیدونم سرتم پف کرده. بریم عمل یه دونه صبحونه بخوریم. بعد چند چیز هیجان انگیز است. امروز که دارم میرم باشگاه، دارم میرم مربی باشگاهی که توی منچستر ازش برنامه میگرفتم من ببینم، دارم میرم اونجا. بعد میخوام بعد بیام این چیزو براتون توضیح بدم که دیروز درگیر چه چیزایی بودم که مغزم هم درگیر بود که تو ولاگی نذاشتم و بیام با شما راجبش صحبت کنم. و یه چیز دیگه اینکه احتمالاً کیفیت دوربین از وسط این ویدیو عوض شه به احتمال خیلی زیاد، به خاطر اینکه من بهتون گفته بودم بابا من گوشی خریدم. من دادم که گوشی خریدم، میخوام برم گوشی رو تحویل بگیرم امروز. فکر کنم دلتون برای این زاویه من تنگ شده بود با صدای این چیمون آهوم. خب الان میخوام یه دونه بذار اینو بذار این ور که تو زاویهتون نباشه، چیزای قهرمانه. الان میخوام براتون یه دونه اوتمیل درست کنم برای برانچ. هم میخوام اول گفتم تخم مرغ درست کنم، ولی خب همه تون میدونید من توی خوابگاه کلن فقط تخم مرغ میخورم، برای همین الان میخوام اوتمیل درست کنم. این از جوه دوسترمون یه مقدارشو میرزم توی کاسه. یه صندوق بدون شکر، اینکه میبینید یه پرنده اینجا سین آقای آهوه که الان بالاش تو تصویره، دوماش تو تصویره. بله درست میبینید. حالا این با بره توی ماکروفه برای یکی دو دقیقه. اطمین ما یه دقیقه بذاردش این ماکروفه کاملا کافیه. رنگی هایی که تیکه تیکه کردم رو بذارم با یه مقدارم گرانولا که من اینجا گرانولای دو تا چیز میذارم، یه دونه توت فرنگی دارم، یه دونه گرانولای سیب و گلو دارم که همین توت فرنگی شده. این توش بادوم و کلی چیزای دیگه هم هست. من میخوام روش کره پسته بریدم که رنگش سبزه، هم قشنگش میکنه و هم خوشمزه.
شکر بادام زمینی بیشتر دوست دارم. من قهوه‌ام بلداریم. میخوام به جای سیراب با قهوه‌ام عسل بخورم و یه مقدارش هم میخوام بریزم روی برام شکم بکنم. اینم از قهوه من با اوتمیل، اینم از اوتمیل من. بریم اوتمیل خوشمزه و قهوه اسپاسیو عسل رو بخوریم، بعدش میخواییم بپوشیم بریم باشگاه. Let's go. نه آقا دیمنم، آقا دیمن شما با ما میری باشگاه؟ نه نمیاد مایشاش حالی. الان موامو بردم بالا، آرایشم هم کردم، میخوام لباسای باشگاه هم بپوشم که میخوام این تاپی که از جیم شارک گرفتم هم بپوشم با لگ مشکی و روشم سویشرت مشکی. من با تو صحبت میکنم، فقط امیدوارم باد نزنه و این بیفته. با باد یا به جا نمیشه که گوشی شالا. نه دیگه نه، خیلی دارم ریسکی بزرگی میکنم. باشه دقیقا لبه یه تراس و دارم با تو صحبت میکنم. خب ما اینجا با تو صحبت کنم که نور خوبی داشته باشه، فقط امیدوارم که ماشینا صداشون مخ نباشه. چیزی که من دیروز ویدیو نگرفتم به خاطر یکی به خاطر این بود که خب میخواستم پیش خانواده و مادر و پدرم باشم و روز اولی بود که اومده بودم و خب زدم صبحونه کله پاچه خوردم، یعنی صبحونه نهار دور زور پاشدم کله پاچه خوردم، بعد رفتم باغ نمیدونم چیپس و پفک و غذای خانوادگی و کل اصلا نزد بیشتر خانوادگی بود دیگه، میدونی فکرم بعد چهار ماه داری میای مام بابا تو ببینی و خب گفتم بهتر که این زمان و با بودن کنار اونا اختصاص بدم تا اینکه بخوام هی گوشی بردارم ویدیو بگیرم و کار مختلف انجام بدم. ولی خب امروز دومه و دیشب من بیشتر درگیری بودم که وی پی ان هم برای خودم بریزم جا بیفتم. بعد من مام بابا هتلم رو عوض کردم، یعنی اون مدتی که من نبودم، چون موقعی که کسی که ویدیوهای قبلی ما دیدن میدونن اتاق قبلی من این نیست که الان تراس داره و اینا، اتاق قبلی من اتاق اونوریه بود که بزرگتره 45 متره و دشتویی و مستر و اینا داره، ولی خب به اتاق این یکی که کوچکتر بود و دادم مام بابام، یعنی ذاتش شاهنشاهی من بوده. ولی خب وقتی که رفتم خب به مامان حق میدن دیگه، خب اتاق بزرگتره رو میخواستم برای خودشون. و این مدتی که من منچستر بودم و این اتاقه رو جا به جا کردم، من یکی رو دادم به من ذاتم، من هم فقط تابستون و کریسمس رو اینجا. ولی خب خوبی این اتاقه اینه که این تراس داره و من میتونم اگه بخوام درسی بخونم، چیزی بخونم، کاری انجام بدم، بیام توی تراس درخم قهوه بخورم و میدونید خیلی هم خوشگل. بذارم اینجا بهتون نشون بدم، این از این میز کوچولو داره و اینجا کلی بلون داره. بعد ویوشم کسایی که شیراز هستن میدونم به اون بر میخوره به کوه و کمران و حتی هتل کمران هم از مزیده. بسیم بیان راجع به یه چیزی صحبت کنم، یه چیزی که مخصوصا دیروز خیلی مغز رو درگیر کرده به خودش باشم به این فکر میکردم که خیلی از و حتی راجع بهش تحقیق کردم که دیدم برای خیلی از بیشتر درصد زنا و دخترها این چیز پیش میاد که یه سایکلیه توی مغز ما. ما بیشتر حالا طبق تحقیقات بیشتر زنا و دخترها درگیر یه سایکلی توی مغزمون میشیم. میدونی که غذا دوست داری، چون میدونی یکی از لذت‌های زندگی غذاه، تو غذا دوست داری، پس دلت شیرینی میکشه، فست فود میکشه، غذای مختلف میکشه و به قول استار و کریوینگ میشی تا اون غذا رو بخوری، دلت میخوان غذا رو داشته باشی، اون غذا رو میخوری چون میدونی که اوکی حس لذت بخش بهت میده، اون غذا رو میخوری و وقتی که میخوریش برای یک کوچولوی برای چند دقیقه چند ثانیه اول تو یه حس خیلی خوبی داری. حالا اگه شیرینی باشه که اون سراتونینی که مورد نیازه که شکلات شیرینی درست میکنه تو بدن درست میکنه، یا اگه غذا باشه که هم خوشحالت میکنه، ولی بعدش تو دیگه اون حس خوشحالیه رو نداری و به جاش عذاب وجدانی میاد این غذا رو خوردم
چرا اینقدر کالری وارد بدنم کردم، الان چاق میشم، الان دلم خیلی تو، الان توپل شدم. و میری جلو آینه خودت مقایسه میکنی، میگی من توپل شدم، من چاق شدم، من و این فکرهای منفی میاد سراغت که قبل غذا خوردم بودا ولی اینقدر نبود. الان که غذا خوردی، که مثلا میخواستی غذا بخوری که ازش لذت ببری، برعکسش اتفاق افتاد و تو این حس بد رو داد. بعد از وجدان میگید که غذا خوردی و بعد دوباره همیز، بعد یه دوباره میگذره، گشت میشه. بعد به خود اول هی به خود تعلق میری که من اینو نباید بخورم، بعد میخوری، بعد از وجدان میگیری، دوباره میره جلو. بعد یهو به یه جایی میرسی که دیگه هیچی نمیخوری، یا مثلا یه دفعه صبح تا عصر، صبح تا شب و کاملا سالم خوری میکنی و دوباره شب رو میترکی، چون مغز دنبال غذا خوشمزه میگرده. یه دفعه هیچی نمیخوری و اون که دیگه میشه ایتینگ دیسوردر و یه چیز جدا داره، یه مقوله جدا داره برای خودش. یا حتی یه رویه داریم که میخوره طرف و دستش رو میکنه حلقش که بالا بیاره، که اونم دوباره یه نوع دیگه ایتینگ دیسوردره، که اونا بیماری هن و حتی ضررهای خیلی زیادی رو به بدنمون میرسونه. حالا چرا میگم بیشتر طبق تحقیقات زن ها دوچار همچین چیزی میشن؟ به خاطر اینه که سوشال مدیا و جامعه ما طوری تعریف شده که زن ها بیشتر خودشون رو به خاطر بدنشون دست اشارش میگیرن و با بقیه تو ذهنشون مقایسه میکنن و کلا تو جامعه مقایسه میشن. در کل دارم میگم پسرها مردها مقایسه میشن و اینو میدونم، ولی طبق تحقیقات دخترها بیشتر تو مشکلای براشون پیش میاد. خب من حالا بحثی که خودم مغزمو درگیر کرده، من توی منچستر که هستم نه وزنه دارم نه هیچ چیزی که ببینم، چند کیلو شدم توی مدتی که داشتم ورزش میکردم، سالاد خوری میکردم، چقدر بدنم ماهیچ اضافه کرده، چقدر چربی اضافه کرده، چه تغییراتی کردم و اینا، هیچکدوم از اینا رو من نمیدونستم، وزنمو نمیدونستم. رفتم روی وزنه و با یه صحنه مواجه شدم که دلم نمیخواست اینو ببینم. یعنی نمیدونستم این وزنی که اضافه شده چقدرش چربیه، چقدرش مایچ هست. و به مغزم درگیر شد و یکی از معلمای ورزش هم صحبت کردم و اونشون من گفتن که میتونی بری یه چیزی بگیری به اسم بادی کامپوزیشن یا این بادی، که به تو میگه که چقدر درصد از بدنت الان چربیه، چقدرش مایچ هست، وزنت چقدره، بی ام آی بدنت چقدره، بدنت سالمه یا نه، و چی کارا باید بکنی که لین بادی داشته باشی. اومدن این که من میخوام لین بادیه، چه چیزی شبیه این، که در واقع یه بدنیه که نه چاقه نه لاغره نه خیلی ماهیچه‌ایه، بدون ماهیچه هست، یه بدنی که فیکسه، هم ماهیچه به اندازه کافی داری که مثلا یه مقدار از خط ماهیچه ها مثل سیکس پک یه کوچولو مشخص باشه، یه کوچولو مشخص باشه که ماهیچه داری، نه خیلی و نه اینکه کلا شکل و شمایلی نداشته باشه. که تو شیرازن توی باشگاه بدنسازی پارسه توی کوی وحدت کنار مرسی احسان، اونجا میتونید برید بگید که یه دونه بادی کامپوزیشن میخواید و 150,000 تومن هم بیشتر نیست و واقعا گرون نیست و بهتون این برگر رو میده که بهش میگن این بادی، بهتون وزنتون رو میده، بهتون درصد چربی بدنتون رو میده، بهتون مایچتون رو میده و همه اینا، و حتی بهتون میگه مثلا توی پاهاتون چقدر مایچه هست، چقدر چربیه، چقدر دستاتون مایچه هست، چقدر چربیه. حالا امروز من رو گرفتم میخوام برم چون مربی باشگاه اینو بهش نشون بدم و به نسبت به این، نسبت به بدن خودم به هم ورزش بده. و همچنین من خودم دوست دارم به صورت حرفه‌ای بدنم واقعا میتونم تو کل زندگیم، یه چیزی که من دوست دارم، هر کی بدنش یه جوری دوست داره، یکی راحت دوست داره، هر غذا دوست داره بخوره، شکلش هم برای بدنش هم براش مهم نیست، هر کی یه هدفی داره تو زندگیش دیگه، بالاخره هر کی یه تصویری از خودش تو زندگیش دوست داره دیگه. من اون تصویری که از خودم دوست دارم اینه که یه بدن فیکس خوبی که محکم باشه، ورزشکارانه باشه، لین باشه. من این تصویر رو دوست دارم تو کل زندگیم از خودم ببینم توی آینه و واقعا برام مهم نیست و دوست دارم، یکی از هدفامه، پس برای این هدفم تلاش میکنم. اگه من بخوام این هدف رو به دست بیارم باید رفتم اینو گرفتم و دیدم که خب اوکی اینجا زده، من مایچه هام فیکسه، یعنی نه کمه نه زیاده، برای بدن لین بادی من مایچه به اندازه کافی دارم. ولی خب چی شده که این ماهیچه ها مثل یه بدن لیمبادی خودشون رو نشون نمیدن؟ اون چربیاییه که اومده روی این ماهیچه ها رو گرفته.
این شکممه و این این چربی اومده روی این ماهیچه ها رو گرفته و نمیذاره که این ماهیچه ها خطای خودشون رو نشون بدن. من نزدیک 2.7 کیلو چربی تو بدنم نسبت به 1% بدن لین بادی بیشتر دارم. بدن من کاملا بیمایش 22ه، بدن سالمیه، ماهیچه‌اش فیکس فیکسه، پروتئین به اندازه کافی میرسه به بدنم، مینرال همش به اندازه کافی میرسه به بدنم. و تنها مشکلی که الان من به نظر خودم توی این نشون داده اینه که من 2.7 کیلو چربی تو بدنم بیشتر دارم نسبت به کسی که بدنش لین بادیه. و من میدونم که اینو باید با ورزش و رژیم غذایی درست کرد. رژیم غذایی متداوم، یه چیزی که یه روتین باشه، یه شبه درست نمیشه، یه ماه درست نمیشه. و الان من چون که این یکی از هدفامه دارم باید اون دکتر تغذیه صحبت میکنم که میخوام ازش یه رژیم تغذیه بگیرم، یه رژیم تغذیه‌ای که من مدرسه میرم اوکی باشه، پروتئین کافی به بدنم برسه و باشگاهم که میرم مقدار انرژی لازم بهم بده، برمشون نشون بدم تا نسبت به این بهم ورزش بدن. میان نتیجه رو بهتون میگم. بریم باشگاه، لتس گو. چون ماشین سمند رو مشاهده میکنی که تو خیابون داره شیک میزنه، شیکی داف شیکی داف. چرا داری اینطوری میکنه جدی؟ آه شیکی داف قربته. اوکی از باشگاه اومدم، خیلی تمرین خوبی بود ولی نمیدونم چرا از امروز پا زدم و واقعا تمرین قشنگ فشار آورد، خوب بود و ماهیچه های قشنگ ساق پا پشت پا اینو گرفته. ولی خب نمیدونم چرا از موقعی که نشستم تو ماشین سرفه میرفته و برنامه عوض شد. میخواستیم بریم بیرون ولی الان با بریم دکتر، چون من دفترم رو سرفه و اینکه اول مریضی که الان گرفتم با چیزی که تو ایرز میگردم چه فرق دارم. تو انگلیس مثلا همیشه من سرما خورده بودم دیگه، بخاطر اینکه اونجا بارون میاد باد میاد همیشه سرما خورده بودم. یکی فرق داره و مدلی که قبلا تو شیراز مریض میشدم، پس الان با برم دکتر. برنامه تغییر کرد ولی بعد ان شاء الله بتونیم بریم بیرون، چون من کافی نیاز دارم و کافی شاپ هم خدا شکر که تو شیراز فقط دوری جوونه میزنه میاد بالا، برای این کافی شاپ جدید زیاده. بریم برای امتحان کردن. دکتر چه وضعیت داره؟ بودن خوردن سرم بزنم بذاره اینکه مرشا مامانم سریع و بود گفت سرومش بزنید یه روز خوب شه. نه مامان چرا؟ مامان مامان چیکار کرد که؟ مامان چیکار کرد بوده؟ نه تر خدا آمدیم خونه، من یکم لازم رو عوض کردم، میخواییم بریم گوشی رو بگیریم. سرومم زدم دستم بله و خب الان خیلی حالم بهتره دیگه، سرفه اینا نمی کنم کنم اوکی شدم. ولی خب بریم گوشی رو بگیریم، گوشی آیفون پرو مکس 1 ترای رنگ تیتانیوم کرمیش. Let's go. با تیپ هم هم سته نیست؟ باید بس باشه. گوشی رو عزیز کردیم یا ساعت رو؟ سلام خوبی؟ خوش آمدین. خوبی هستم. خوش آمدین. اون دیلی داره. خود دیلی داره. آره. شنو بس فرقش گوشی جدید گوشی قدیم یا قدیم؟ فرقش مشخصه قشنگ نگاه، مشخصه قشنگ نگاه کن. اوکی من گوشی جدیدمو گرفتم، من فکر کنم قشنگ الان گذاشتم کنار، متوجه شدید فرقشونو. ولی ویدیوی امروز قرار با گوشی هنوز قدیمی باشه، به خاطر اینکه واتساپ اینستاگرام تو یوتیوب و خیلی از همه عکس و فیلم ها شما را اینا هنوز منتقلشون نکردم تو اون گوشی دیگه، فقط سیم کارت رو بردمش و فقط یعنی گوشی رو تحویل گرفتم، یعنی آنباکسش کردم و فردا صبح 4-5 ساعت گفتن طول میکشه برای فردا صبح بیارم، چون که اون گوشی دیگه هم 484 مگابایت پر بود و فردا باید بیارم که کلش رو منتقل کنم. ولی خب دست
گوشی جدید. بچه ها اینم از گوشی جدید، رنگ رو ببین، رخ رو ببین، دوربین رو ببین. از فردا قراره با این براتون ویدیو بگیرم. گوشی قشنگه، نگاش کن نگاش کن. آی سیفته آی سیفته، به 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 به. یی در خونه خاله و غذای خوشمزه تعدیگ ایرانی تعدیگ خاله. چی کار میکنی مونیکا؟ قیچی؟ کدومست این؟ خب باید چی کار کنی؟ نه اون مال شهرزاد، نمیتونیم قیچیش کنیم. قیچی میخوای؟ خب باشی میخوای چی رو قیچی کنی؟ چی رو نمیتونی قیچی کنی؟ این؟ مثل اینطوری جا با دست. اپ 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 خسته خورد، بریم خونه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی برام بنویسید که سابسکرایبتون نفره، و حتما یک کامنت برام بذارید که بتونم از کامنتاتون انرژی بگیرم. و با اینکه اومدم شیراز هنوز ویدیومو هر روز بذارم، و اینکه تا فردا ببینمتون. فعلا خداحافظ.